مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست و وزرای حکومت طالبان در رأس یک هیئت امروز به ایران رسیده است تا در مراسم تألیف رئیس جمهور تازه ایران فردا سه‌شنبه شرکت کند. این سفر هیئت طالبان در حالی به ایران صورت می‌گیرد که ایران به اخراج پناهجویان افغان بعد از حمله انتحاری ماه جنوری در کرمان شدت بخشیده و اخیراً ویدیوهای روی سوء رفتار و تحقیر مهاجرین افغان در ایران نیز در رسانه‌های اجتماعی به نشر رسیده است. بررسی وضعیت پناهجویان افغان موضوع صحبت ما با آقای احمد غنی خسروی، استاد دانشگاه در برلین و آگاه امور سیاسی است که ایشان از آلمان با خود داریم. آقای خسروی سلام و سپاس از وقتتان. ویدیوهای زیاد اخیراً روی سوء رفتار و تحقیر پناهجویان افغان در ایران به نشر رسیده که واقعاً تأسف آور است. اساس حمایت از کتله مهاجر در هر کشور معمولاً سفارت آن کشور می باشد که نماینده و مردم در یک کشور خارجی است. ولی فکر می‌کنیم برای طالبان که حال امور سفارت افغانستان در تهران را بر عهده دارند، رسیدگی به وضعیت پناهجویان افغان مهم است یا خیر؟ با تشکر از شما و با سلام و درود حضور مخاطبین عزیز رادیو تلویزیون صدای آمریکا. ببینیم برای متاسفانه حاکمان فعلی مسئله مهاجرین هیچگاه یک اولویت به حساب نیامده. اونها بیشتر دنبال ای هستند که به چه شکل مسئله ای بتونن روی دست داشته باشن که جهان اونا رو به رسمیت بشناسه. و مسئله جابجایی افراد طالبان در سفارت افغانستان در تهران و کنسولگری های از جمله مشهد یکی از موضوعات بسیار بحث برانگیزی بوده که همیشه سر از این بحث و حرفای زیادی وجود داشته. بنابراین اینا فرصت و مجال ایران نداشتن که با مقامات ایرانی بنشینن و بحث بکنن سوی روی حقوق مهاجران افغانستانی در ایران که متاسفانه حدود چند میلیون، البته این رقم هم بسیار دقیق نیست، میشه تخمین بزنیم که بین حالا 2 میلیون تا 3 یا بعضا تا 4 میلیون تخمین میزنن. به هر صورت مهاجران در داخل ایران از یک سلسله حقوق نظر به فیصله نامه های سازمان مهاجرت بین المللی از جمله کنوانسیون سال 1951 باید برخوردار باشن که قسمتی از اونها در داخل ایران توسط حاکمان ایران در طی 3-4 دهه رعایت شده و قسمت های هم از اونها رعایت نشده که جزء تخطی هایی هست که توسط IOM یا دفتر سازمان مهاجرت بین المللی ثبت شده. البته مسئله اخراج پناهنده های افغانستان از ایران یک موضوعی است که ایران همواره به قوانین داخلی مهاجرت در داخل کشور خود پویستاند کرده و مسئله امنیت را مطرح کرده و در کنار از اون مسئله بیکاری و مسائل اقتصادی و عزید است. ولی به هر صورت اینها هرگز طبق فیصل نامه های کنوانسیون خود سازمان مهاجرت بین المللی نبوده، به خاطر از اینکه ما تخطی های فاحش حقوق بشری، تخطی های حقوق طفل و در مجموع میشه بگیم تخطی های ضد انسانی میتونیم در او مشاهده بکنیم. بله، وقتی صحبت از تخطی از حقوق بشر میشه، طالبان حکومتی هستن که خودشان به تخطی از حقوق بشر و زن در کشور در داخل افغانستان متهم شدن و در حال حاضر طالبان که 3 سال تقریبا از روی کار آمدنشان میگذره مشروعیت به دست نوردن، علاقه زیادتر به موضوع سیاسی به نظر میرسه، روابط سیاسی دارن و تهران هم با دادن سفارت افغانستان به اونا کوشش میکنه روابط بهتر را با طالبان داشته باشه. فکر میکنی این موضوع باعث شده که ایران به نوع روی سوء رفتار با مهاجرین یک کتاستر شود، چرا که حکومت طالبان به نظر میسه که روابط سیاسی برای از اونا در حال حاضر با حکومت های همسایه مطرح است تا رسیدگی به وضعیت مهاجرین؟ دقیقا همون قسمی که شما یادآوری کردین، دادن امتیازها از سوی هر یک از دو طرفه هست. یک سلسله امتیازات طالبان برای ایرانی ها میدن که از جمله مثلا خود راهسازی آب دریای هرمند به سمت ایران هست، به سمت سیستان و بلوچستان، و مسئله مهاجرین، اخراج مهاجرین است که در این اواخر خصوصا در این چند ماه شدت و فشار بیشتری پیدا کرده و طالبان چشم و گوش خود بستن و هرگز نیامدن یک حرکت درست انجام ندادن که گویا
به نفع یا دفاع از مهاجرین افغانستان در ایران باشد. اما قسمی که شما یادآوری کردین، بیشتر هر دو طرف دنبال مطامع و یا خواستهای سیاسی و اقتصادی خودشان هستند و هر کدام سعی میکنند که منافع سیاسی و اقتصادیشان اعمال بشه. ایرانی ها با یک متحد قوی در منطقه نیاز دارند، اما قسمی که با چینی ها و روس ها که در حقیقت با ایران یک پیمان نانوشته دارند که گویا در مخالفت با بلوک غرب ایالات متحده آمریکا قرار دارند، میخوان که افغانستان را در همین قسمت با خود داشته باشند، چون افغانستان تنها مسیریه که خود کشورهای همپیمان یا مشترک المنافع یا کشورهای نزدیک به روسیه به شرق و جنوب شرق آسیا بس. وقت بسیار کم از آقای خسروی. تنها مرجعی که کنترل روی امور در ایران داره میتونه ملل متحد باشه که ما گزارش داشتیم. و اکنون که بازگشتندگان از پاکستان و ایران در حال باز میگردن که اوضاع در داخل افغانستان هم خراب است، به نظر شما ملل متحد آیا فشار کافی را روی ایران برای رسیدگی به وضعیت مهاجرین افغان وارد آورده یا خیر؟ متاسفانه در طی 4 دهه که ما میلیون ها مهاجر در ایران و پاکستان داشتیم، سازمان ملل متحد خیلی کوشیده که این کشورها مطیع همون فیصلنامه های سازمان مهاجرت بین المللی یا IOM یا کنوانسیون سال 1951 بساته، ولی کشورها کمتر تن دادن به خواستهای سازمان ملل متحد در این زمینه. فقط یک سلسل امتیازات پولی را از سازمان ملل متحد مطالبه کردن و اگر مثلا سازمان ملل متحد یک مقدار پولی که اونا میخواستن برایشان داده، اینا برای یک مدت مقدور مسکوت نگه داشتن. به محض از اینکه پول ها قطع شده، دوباره شروع کردن به اخراج مهاجران افغانی از ایران و پاکستان. این روالی بوده که در طی 4 دهه ادامه داشته و امروز هم همین سیاست ادامه داره. و اگر سازمان ملل متحد پول که اینها مطالبه میکنن در اختیارشان قرار بده، برای یک مدت زمان متوقف میکنن اخراج مهاجرین، اگر نکنن هرگز این پروسه متوقف نمیشه و این روندیه که در طی 4 دهه ادامه داشته و ما باورمی است که سازمان ملل متحد در این راستا کارایی و موفقیتی نداشته، چون کاری هم از دستشان بیشتر از این ساخته نبود.